آیا جمهوری اسلامی از وجود ذرات اورانیوم غنی شده 83.7% در تأسیسات فوردو بیخبر بوده یا به عمد نشانه گذاری کرده که نگرانی ایجاد کند؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. طبق گزارش آژانس، اورانیوم غنی شده که در فوردو کشف شده در حد ذره بوده و ایران ذخیره‌ای با غلظت بالای 60% ایجاد نکرده است. آنچنان که آسوشیتد پرس نقل می‌کند، در گزارش آژانس گفته شده مقامات ایران وجود این ذرات را ناشی از نوسانات غیر عمدی در سطح غنی‌سازی دانستند. در دیدگاه همراه با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، اهداف و تبعات پیدا شدن ذرات اورانیوم با غنای بالای 80% در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. آقای غفوری، این که آژانس اطلاع میده ذرات اورانیوم با غنای 83% در ایران پیدا کرده، این سوال رو پیش میاره که آیا جمهوری اسلامی نمیتونسته تشخیص بده وجود این ذرات رو، یا اینکه عمدن و آگاهانه از خودش رد پا گذاشته؟ قطعا میتونسته تشخیص بده. بسیار کار ساده ایست تشخیص غنای اورانیوم. دستگاه بسیار ساده ای داره و حتما جمهوری اسلامی هم این رو میدونسته. بیشتر این برآورد وجود داره که جمهوری اسلامی آمدانه میخواسته این پیام رو به جامعه بین الملل بده، به آژانس بده، که من اگر بخوام میتونم تا 90% غنی سازی بکنم. 90% است که در بمب هسته ای به کار گرفته میشه. البته از 85% به بالا هم میشه که در انفجار هسته ای ازش استفاده بشه. در واقع به نظر من جمهوری اسلامی تلاش کرده تا با تغییر آرایش به هم پیوستگی سانتریفیوژ ها و بردن بالای عمدی غنای اورانیوم این هشدار رو بده. من فکر نمی‌کنم یک موضوع اتفاقی وجود داشته باشه این وسط، یا موضوعی باشه که مثلا بگیم جمهوری اسلامی نمیدونسته که 60%ش رسیده به 83%. مسئله ساده‌ای هم نیست، به خاطر اینکه یک سانتریفیوژ غنی سازی می‌کنه و ایزوتوپ دلخواه رو می‌فرسته به سانتریفیوژ بعدی، همینطور جلو میره تا میزان ایزوتوپی که در حالت عادی زیر 1% در طبیعت، این همجور افزایش پیدا میکنه. خیلی محاسبش به نظر من ساده است، مگر در سانتریفیوژ های جدیدتر که اون بحث جدایی داره. من بر این باورم که جمهوری اسلامی آمدانه چنین کاری کرده. خب بر اساس اعتقاد شما که جمهوری اسلامی به عمد ذرات غنی شده بیش از حد مجاز رو پیش روی بازرسان آژانس گذاشته، این پرسش پیش میاد که چرا به اصطلاح گزک دست غرب میده؟ خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که خودش میتونه از این مسئله به عنوان اهرام فشار استفاده بکنه. درسته این مسئله یک گزکی دست غرب میدهد، اما خود جمهوری اسلامی هم ازش استفاده میکنه. چگونه؟ میگوید که اگر شما این چیزهایی که من میخوام رو بهم ندید، چون تحت فشار اقتصادی به خاطر تحریم های من رو در واقع باز نکنید، من نتونم پول دریافت بکنم. اگر شما بیش از این به مسئله اعتراضات در ایران در واقع تمرکز بکنید، از معترضان حمایت بکنید، محکومیت های حقوق بشریتون رو ادامه بدید در مجامع بین المللی، من میام و درصد غنی‌سازیمون بالا میبرم، یا میبرم به سمت بمب ساختن، چیزی که دنیا روش بسیار بسیار حساسه. من فکر میکنم که بله، تعمد بوده در این موضوع و جمهوری اسلامی از این مسئله هم تقریبا مطمئنه. البته من فکر میکنم به غلط، ولی اطمینان در جمهوری اسلامی وجود داره که غرب کوچکترین اقدامی نمیکنه، تصمیم قاطع نداره برای مقابله با برنامه هسته جمهوری اسلامی. برای همین قدرت مانورش خیلی بالاتر از اون چیزی که وجود داره فرض میکنه. من فکر میکنم قمار بسیار جدی است که جمهوری اسلامی داره میکنه، به خاطر اینکه تمامیت کشور رو هم مورد خطر قرار میده با چنین ریسکایی. جمهوری اسلامی ذرات با غنای بالا رو نتیجه نوسانات غیر عمدی عنوان میکنه آقای غفوری. این اتفاق در کشورهای دیگه هم افتاده، چرا از حکومت ایران نمیشه غیر عمدی بودنش رو پذیرفت؟ ببینید، یه بخشی وجود داره به اسم تحقیق و توسعه آرندی، خیلی از کشورها اینو دارن، یعنی میان سانتریفیوژهای جدید
تولید میکنن، اونها رو به کار میگیرن، تست میکنن، نحوه آرایش آبشار سانتریفیوژ ها رو تغییر میدن برای اینکه به نتایج تحقیقاتی برسن. این یک چیز خیلی خیلی معمولی است. ببینید، اگر حکومتی باشه مثل مثلا ژاپن، جامعه جهانی مطمئنه که این حکومت نمیخواد بره سمت بمب ساختن. وقتی که میره سراغ مسائل تحقیق و توسعه، داره کار دانشگاهی میکنه، کار تحقیقاتی میکنه، نتیجهش رو هم ارائه میکنه، پیشتر هم به آژانس گزارش میده. جمهوری اسلامی در مورد تغییر آرایش اولا به آژانس گزارش نداد، بازرسان رفتن ثبتش کردن و به آژانس گزارش دادن و جمهوری اسلامی گفت که نه، من قبلا یه طوری گفته بودم یا میخواستم که بگم. یعنی این اولین قدم آمدانه بودن این داستان است. ثانیا، جمهوری اسلامی از اول دهه 2000 میلادی به طور مرتب دروغ گفته، مخفی کاری کرده. وقتی که برنامه‌اش هم 1-2 سال بعد فاش شد، آمد و یک سری بهانه‌های آورد و در نهایت هم اون قضیه PMD مطرح شد، مسئله ابعاد احتمالی نظامی برنامه جمهوری اسلامی، که با برجام سر و تهش رو هم آورد. یک بی‌اعتمادی وجود داره بنابراین نسبت به جمهوری اسلامی. پس اگر ژاپن این کارو بکنه، این میگن که تحقیق کرده، در مورد تحقیقات چنین کاری کرده، به آژانس هم اطلاع داده. جمهوری اسلامی که میکنه، میگن خب این سابقه چند دهه مخفی کاری و تلاش برای رفتن به بمب هسته‌ای رو داره، بنابراین این نمیتونه آمدانه بشه. بنابراین من فهم کنم که یک پیش زمینه سیاسی اینجوری وجود داره که حرفهای جمهوری اسلامی به خاطر دروغهای پیشینش کمتر باورپذیر است در مجامع جهانی از جمله آژانس. گزارش آژانس برای جمهوری اسلامی چه پیامدی خواهد داشت آقای غفوری؟ نشست شورای حکام نزدیک، منتظر چه موضع‌گیری از سوی این شورا باید باشیم؟ گزارش این دفعه خیلی نزدیک به نشست شورای حکام ارائه شده به اعضای شورا. معمولاً زمانی که قطعنامه در نشست بخواد مطرح بشه یا رأی گیری بشه، این قطعنامه رو باید یکی از کشورهای عضو شورای حکام پیشنهاد بکنه، پیشنویسش رو بنویسه، میان میذارن روی میز کشورهای عضو و اینو حالا یه سری الفاظی رو توش تغییر میدن، سرش به نتیجه میرسن و بعد در خود شورا این رو به رأی میگذارن. در نشست شورا قطعنامه یهو پرزنت نمیشه، ارائه نمیشه، قبلش در موردش صحبت میشه. با توجه به اینکه یه ذره گزارش نسبتاً دیر رسیده، ما هنوز شواهدی نداریم که قطعنامه در حال آماده سازی باشه، ولی زمزمش توی راهروهای دیپلماتیک به قول معروف هست که کشورهای مختلف میخواهند چون این قطعنامه وجود داشته باشه. بنابراین قطعنامه این دفعه در صورت صدور لحن تندی خواهد داشت و چون خطر رفتن به سمت 90% اینجا وجود داره، یعنی گام بزرگش برداشته شده، من فکر میکنم که مسیر بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. بخاطر این شورای حکام هر چقدر هم که قطعنامه توبیخی است، الزام آور نیست، شورای امنیت سازمان ملل متحد است که قطعنامه‌ای که میده این میتونه عواقبی داشته باشه برای یک کشور. برای همین من فکر می‌کنم این بار شورای حکام جمهوری اسلامی رو با اهرم شورای امنیت تهدید خواهد کرد. چقدر احتمال میدید آقای غفوری که مکانیسم ماشه به کار بیفته؟ اگر غرب مصمم بشه، آیا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه فرصت و امکانی در اختیار داره؟ ببینید، از سال آخر اگه شروع بکنم، نه تنها جمهوری اسلامی نمیتونه که از نظر قانونی جلوشو بگیره، بلکه اگر یکی از اعضای باقی مانده در برجام بخوان این مکانیزم رو فعال بکنن، بقیه اعضا مثل چین و روسیه هم نمیتونن. یعنی حق وتو در این زمینه وجود نداره. برجام و قطعنامه 2231 به صورتی نوشته شده که وتو پذیر نیست. حالا جزئیاتش خیلی مفصله، بنابراین نه، جلوشو نمیتونه بگیره اگر اراده سیاسی فعال کردنش وجود داشته باشه. اینکه احتمال میره به کار بیفته یا نه، اگر غرب ببینه، خب هیچ طوری نمیتونه جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. یعنی این حکومت داره میره به سمت غنی‌سازی با غلظت بسیار خطرناک، برنامه هسته‌ایش همینطوری داره جلو میره. بنابراین من فکر می‌کنم که از این مکانیزم استفاده کنه، به خصوص قبل از اکتبر امسال، یعنی ماه ده سال جاری که ما تا باهاش حدوداً 7 ماه فاصله داریم، به خاطر اینکه در اکتبر محدودیت‌های موشکی بالیستیک جمهوری اسلامی هم برداشته میشه ذیل اون بندهایی که توی برجام بود. یعنی 5 سال بعد از برجام
برجام یک سری محدودیت‌های تسلیحاتی برداشته شد، 8 سال بعد از برجام یک سری دیگه برداشته خواهد شد. غرب با توجه به دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین چنین چیزی رو نمیخواد. بنابراین من پیش بینی میکنم در 6 ماه آینده دست کم صحبت‌هایی راجع به اسنپ‌بک یا مکانیزم معاشه رو بیشتر در محافل غربی بشنویم. خب فارغ از واکنش‌های حقوقی، جمهوری اسلامی چه واکنش‌های سیاسی میتونه به فعال شدن مکانیزم معاشه نشون بده؟ ابزار تهدید داره. غیر از اینکه مسئله گروگانگاه‌های غربی هست، مسئله کارهایی که در منطقه میکنه، حمله به نیروهای غربی در عراق هست، این مسائل بذاریم کنار، در زمینه هسته‌ای ابزار بزرگی که جمهوری اسلامی همیشه تهدید بهش میکنه، خروج از NPT و قطع دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. از اونجایی که یه خاطره تاریخی در ذهن آژانس هست، خاطره کره شمالی که کره شمالی هم چون این کاری کرد، یه مدت آمد و با آژانس بازی کرد و بعد ناگهان از NPT خارج شد، دسترسی آژانس رو قطع کرد و اندکی بعد اعلام کرد که بمب هسته‌ایش رو ساخته و انفجار موفقی رو صورت داده. این خاطره باعث میشه که آژانس کمی احتیاط بکنه، برای ابزار فشار چون این تهدید هست. دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم چه تحولاتی در مناسبات جهانی اساسا ایجاد میکنه آقای غفوری؟ خیلی از تحلیلگران میگن حتی اگه به بمب هم دست پیدا بکنه براش قابل استفاده نخواهد بود، مثل خیلی از کشورهای دیگه که بمب اتم دارن. اگر این طور باشه، دلیل این همه تقلا و اقتصاد کشور رو فلج کردن چی میتونه باشه؟ بمب هسته‌ای همیشه یک خطر بالقوه است. اگه قرار باشه به فعلیت برسه که فاجعه بزرگتری درست میشه. تمام کشورهایی که بمب هسته‌ای دارن از اون برای بازدارندگی یا تهدید استفاده میکنن. جمهوری اسلامی هم اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه، یک مسابقه تسلیحاتی بسیار بسیار جدی در خاورمیانه ایجاد میشه. یعنی عربستان سعودی میگه منم باید داشته باشم، امارات و بحرین میگن ما چرا نداشته باشیم، اون طرف اسرائیل ممکنه که حمله نظامی پیشگیرانه بکنه و کل منطقه به خطر بیفته. برای همین من فکر میکنم که نوع دسترسی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای با پاکستان و هند فرق میکنه. دولت جمهوری اسلامی رو دنیا به عنوان یک حکومت غیر مسئول میشناسه و سعی میکنه با هر ابزاری که داره جلوی دسترسی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو بگیره. سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.